بیننده برنامه روی خط هستید که در مورد دخالت و کنترل مکالمات شخصی شهروندان به خصوص ایمیل داریم صحبت میکنیم. امشب چون بحثمون از دو منظر قابل پیگیری بود به سراغ دو کارشناس رفتیم، یک کارشناس فنی اینترنت و یک حقوقدان. اول بریم سراغ امین ثابتی. امین ثابتی نویسنده وبلاگ ندای امروز و پژوهشگر و تحلیلگر وب فارسی است. امین ثابتی ساعتی پیش در یک گفتگوی تلفنی با من به توجه خود کاربرا به ایمنی ایمیلشون اشاره کرد و البته یادآوری کرده چطور کاربرا میتونن امتر به مکاتبات خودشون مشغول باشن. این گفتگو رو ببینید و بشنوید. اولین چیزی که در مورد ایمیل میتونیم بگیم، ایمیل خصوص‌ترین ابزاری که هر کاربر روی اینترنت داره. یعنی اگر شبکه‌های اجتماعی رو فرض کنیم و حذف کنیم، خصوص‌ترین و سنتی در این بخش اینترنت برای هر کاربر ایمیله. بند اهمیتش از نظر حریم خصوصی و هر چیزی که فکر کنیم خیلی بالاست، چون تمام امور اداری، کاری، شخصی و حتی عکس خانوادگی و خیلی چیزای دیگه از طریق همین ایمیل رد و بدل میشه. ما باید خیلی در مورد ایمیل و پسوردی که داریم و امنیتش حساس باشیم. راه های مختلفی داره و اما چند مورد خیلی بدیه. یکی باید این که ویندوزمون همیشه به روز باشه یا هر معامل دیگه که داریم، ویندوز، لینوکس، مک. بعد مورد بعدش اینه که مرورگرمون به روز باشه و آنتی ویروسمون به روز باشه. اینا چیزای کلاسیکه، اما اگه بخوایم چیزای ریسر رو بگیم که اهمیت بیشتری داره و ممکن خیلی کاربرا بهش دقت نکنن، اینه که وقتی یه ایمیل ناشناس از یه فردی که نمیشناسیم وارد ایمیل اون میشه، باید به هیچ عنوان اون ایمیل باز نکنیم. و یا ایمیلایی که نمیدونیم طرف کی هستش و یا یه پیوست داره یا یه اتچمنت داره رو به هیچ عنوان دانلود نکنیم. همچنین لینکایی که برامون مشکوکه در داخل متن ایمیل هست رو کلیک نکنیم، چون اینا باعث میشه که با کلیک بر اینا ممکنه که اطلاعات به راحتی به سرقت بره. برای همین این نکات خیلی نکات ریزیه که ممکنه که خیلی دقت نکنه ولی خیلی مهمه. به طور کلی تو ایران اگر دقت کنید دو تا سرویس خیلی استفاده میشه، یکی جیمیل، یکی هم یاهوه. ولی اگه بخوایم بین این دو تا انتخاب کنیم، ترجیحاً باید از جیمیل استفاده کنیم به خاطر پروتکل SSL که داره. میاد اطلاعاتی که توسط کاربر فرستاده میشه کدگذاری میکنه و تا زمانی که مقصد نرسه اون کدگذاری باز نمیشه و شکستن اون کدگذاری هم کار ساده ای نیست که بگن به قول دوستان بودن میگفتن ظرف 48 ساعت ما این کدگذاری شکست. این چنین چیزی وجود نداره.